در چند روز گذشته اخبار اومد. من یک نویدی بدم در همین بخش برنامه در پایانش که میخوام بدرود بگم، یک ویدیو 7 دقیقه‌ای هم براتون پخش میکنم، بعد بدرود میگیم با همون ویدیو. یک همایش، رزمایش بزرگی رو در جزیره قشم سپاه پاسداران اومد انجام داد. خب از این رزمایش‌های نظامی زیاد انجام میده، چرا تا حالا ما واکنشی نشون ندادیم، ولی این بار لازم می‌بینیم که واکنش نشون بدیم. این رزمایش در منطقه برای اولین بار در بین کشورهای منطقه رزمایشی انجام میشه با لول تهاجمی. عموم ارتشا، دیشب جناب دادرس هم به درستی گفتن، حتی ارتش اسرائیل با لول تدافعی این کارو میکنه، میگه آقا من دارم دفاع میکنم از اسرائیل. ولی این رزمایش نشان از یک اعتماد به نفس بزرگی میده در بین نیروهای سپاه و برای آرمانهای بزرگتر که اینها میان یک رزمایش تهاجمی رو تمرین میکنن. عکسایی دارم در این رزمایش که بعدش یک فیلم خیلی مهمی نشون میدم. در این رزمایش اولا بهتون بگم نیروهای مخصوص تکاور، نیروهای واکنش سری، بعد جریانات هوانیروز، پهپادهای رزمی و شناسایی، واحدهای تخریب و مهندسی و یگان موشکی حضور داشتن با یگان ویژه قواصان. اینا اومدن برای اینکه بتونن در یک حرکت سریع جزایر رو بگیرن و مشخصا وقتی که در جزیره قشم این کارو میکنن برای ما اینو تداعی میکنه که شاید میخوان حق مردم یمن، حق مردم بحرین رو بگیرن. شاید دیگه 70% اونجا شیعه و حامی ایرانن، شاید بخوان که یک زمانی اگه لازم بشه این کشورهای گوگولی مگولی شاخاب همیشه پارسو که برای ما درست کرد استعمار، اینها رو دوباره زمیمه ایران بزرگ بکنن. خب بالاخره ما تا سوریه رفتیم، تا مدیترانه رسیدیم، زیادم جالب نیست که 4-5 تا کشورک 40-50 ساله مثل امارات توی منطقه ما توسط استعمار قد علم کنن. شاید بخوایم یک زمانی به حق تاریخیمون دوباره برسیم، نمیدونم. به هر حال من فقط دارم تحلیل میکنم به عنوان یک تحلیلگر. و روی در این رزمایش ابتدا قواصان اومدن و قواصان نیروی زمینی به منظور تصرف سواحل دشمن عملیات خودشون آغاز کردن. بعد از اونم تکاوران بودن که عکسشو دارید میبینید در کنار من، که تکاوران برای تسخیر سواحل دشمن اومدن که حتی با چتر اومدن، با چتر اینا رو پیاده کردن. در مرحله اصلی این رزمایش که اینجا من دارم میبینم نیروهای ویژه صابرین سپاه کارا انجام دادن برای گرفتن پایگاه های دشمن، دشمن فرضی گذاشته بودن، حالت برجک، و نیروهای ویژه صابرین اومدن که یک بخششون هم اینا قواص هستن که در یک حرکات واکنش سری بخوان پایگاه های دشمن رو تسخیر کنن. نکته ای که در اینجا بود، در مثلا اینو من بهتون نشون بدم، مثلا در هلیکوپترها بالگرد، حالا دمش گرم که اینو آقای حداد، از حداد عادل داریم واژه بالگرد، کاری درست آقای حداد عادل که واژه به جای واژه هلیکوپتر بالگرد آورد. از این نظر درود به شرفشون. بالگردهای کبرا رو اینا اومدن دوربینای حرارتی بهش چیز کردن، وصل کردن که اینا رو حتما من باید از جناب آذرمه در آینده بخوام که بیان برنامه ویژه‌ای داشته باشیم در مورد همین مسئله قشم. و این دوربینای حرارتی آر یو 290 رو که این آر یو 290 دوربینای حرارتیه که ساخت ایرانه، اینا ساخت کشورمونه، اینا رو بهش مجهز کردن. خب این رزمایش خیلی به خیلی فشار آورد. اولا اینکه امارات و اینا همه برهم ریختن. امروز خبرگزاری آسوشیتد پرس اومد نوشتش که آسوشیتد پرس برای داستان ناوه، اونم خواهم گفت الان نیستش. خبرگزاری‌ها نوشتن که حتی یوری نیوز هم اینو نوشت و چند خبرگزاری دیگه اومدن که امارات دیگه دادش رفت بالا، ترسید و اومده امارات روی سواحل خودش بابت این رزمایش تهاجمی سپاه پاسداران نیروهای خودش رو چیده. همه اومدن ترسیدن که الان ایران امکان داره بیاد مثلا امارات رو بخواد بگیره. شما که میگید آقا 3 جزیره تنب کوچک و بزرگ و ابو موسی مال شما اماراتی هاست، ما تو قشم بمونم رزمایش انجام بدیم، شما چرا تو شلوارتون خیس میکنید؟ من اینو نمیدونم. این کشورک امارات چرا اینجوریه؟ کشوره که امارات چند سالشه؟ 40 ساله؟ 50 ساله؟ چند سالشه؟ یه آدم به هر حال 70 ساله از کشوره که امارات چندین سال بزرگتره تو کشور ما. بعد اینا برای ما شاخ میشن، به آدم فشار میاد. سرتیپ محمد پاکپور یه صحبتی کرد در این همایش، خیلی این آغاز خیلی برای من جالب بود. یه جملاتی گفتش که من دوست دارم از رو براتون بخونم، بدونید که این بحث تهاجمی رو ایشون چگونه توجیه میکنه؟ ایشون میگه رزمایش ما از نظر راهبردی یک رزمایش دفاعی است. دفاعی. و تاکنون به هیچ کشوری هجوم نبرده و تهدیدی نبودیم. خب حالا الان دشمنان ولی فکر نکنن که اگر راهبرد ما دفاعی به معنای ایستادن ما پشت سنگر و دفاع است. این گونه نیست که ما پشت سنگر خواهیم ایستاد تا آنها به ما حمله کنند. این آقای محمد پاکپور میگه. یعنی چی؟ یعنی مشروعیت گرفت برای اینکه اگه لازم باشه ما اقدام تهاجمی میکنیم، اونم تو منطقه و حوزه تمدنی ایران بزرگ، اونم حوزه تمدنی که خیلی از این کشورک ها دور تا دور ما جعلی هن و حاصل جنگ جهانی اول و دوم هستن و به ویژه جنگ جهانی اول و حاصل استعمار پیر، استعمار کلاسیک انگلیس هستن و الان اگر تعدادی استعمارهای نو اومدن در منطقه همچون نو استعمارهایی مانند آمریکا نمیتوانن این مرزهای جعلی را بخوان برای ما شاخ حالا بکنن، یعنی هم اونا که از ما جدا کردن حالا شاخ هم بکنید برای ما نه. دیگه دوران حتی بزن و دررویی چیه؟ دوران این که فکر میکنیم ما تحمل میکنیم این شاخ و شونه‌ها هم تمام شده. دیگه یواش یواش بالاخره سپاه و گارد جاویدانی که امروز همون سپاه پاسدارانه دیگه باید یواش یواش از حالت دفاعی هم در بیاد دیگه، نه؟ بایستی در منطقه خودش وقتی که کشورکای جعلی دور تا دور ما در دو جنگ جهانی اول دوم برای ما درست کردن، حالا ما تحملشون داریم میکنیم، شاخ هم بشن برای ما. ببخشید بحرین جیگرگوشه ماست، تا کی ما باید تحمل کنیم همتباران بحرینی ما بخوان تحت ستم دولتشون باشن؟ بالاخره یک روزی ما کلی از مردم بحرین فارسی بلدن، تا کی باید تحمل کنیم این کشورک های جعلی بیان و با شرایط اقتصادی که برای کشور ما درست کردن بعضا ناموس ایرانی رو ببرن اونجا بفروشن؟ نه دیگه، یه جایی بالاخره به اینجا میرسه و ما میبینیم گارد جاویدان میاد تو میدون و دیگه رزمایش تدافعی انجام نمیده، تهاجمی انجام میده. دیروز یک ناو هواپیمابر بسیار بزرگی از آمریکا به نام US وارد شاخاب پارس میشه. خبرگزاری آسوشیتد پرس هم گزارشی که داره خیلی جالبه، میگه قایق های ایران، بذارید عکسشو بزنم همه با هم حال کنید دیگه، عکس هم از دیروز هست، این عکس دیروزه دارید میبینید که حالا بهتون توضیح عکس هم میدم. میگه قایق های ایران بعد از ورود ناو آمریکایی US با آبهای شاخاب پارس، حالا میگه خلیج فارس، اقدام به تعقیب آن کرده و راکت هایی را در اطراف آن پرتاب کردند. 30 قایق ایرانی ناو آمریکایی و ناوگروه همراه آن را تعقیب کردند. یک پهپاد ایرانی هم اومده گویا بالا سر این ناو US از همهشون عکس برداری کرده. این عکسی که دارید میبینید که خود ارتش آمریکا منتشر کرد و خبرگزاری آمریکایی دادن بیرون، اینجا نشون میده که این مقامات آمریکایی در ناو هواپیمابر US دارن عکس برداری میکنن از قایق های این قایق رو میبینید، قایق های تندروی گارد جاویدان، دریانوردی هخامنشیه که امروز بهش میگیم سپاه پاسداران، داره از اون عکس برداری میکنه و اینجا مو خانم آمریکایی نه همشون دارن عکس میگیرن، فیلم برداری میکنن، حسابی هم شوکه شدن که این قایق های تندرو چگونه داره اینا رو کلافه میکنه. این قایق هم برای که اینا رو یه خورده بترسونن یه چند تا راکت پرت کردن دور بر اینا که به اینا البته نخوره، از بغل گوششون رد شه. مثلا میونه شما یه اسلحه رو برداری طرف یک فردی بعد بخوای بترسونیش، دو تا شلیک کنی بعد به فردا نخوره، بذاری به در دیوار و طرف بخشی تو خودش خیس میکنه دیگه. قایق های تندرو ایرانی دیروز باعث خودخرابی دوستان ما در آمریکا شدن، عزیزان آمریکایی شدن، به هم ریختن اینا کاملا. و این اقدام دیروز سپاه و قایق های تندرو ایرانی در شاخاب پارس رسما داره نشون میده آقا ما دیگه تحملتون نمیکنیم تو حوزه تمدنی خودمون. از 10000 کیلومتر اون ورتن اومدی تو شاخاب پارس، من به عنوان یک آریایی دیگه نمیتونم تحمل کنم. آقا من دارای یک تاریخم، دارای یک تمدن بزرگم، من دارای یک استقلال خودم هستم، دارای یک شخصیت مستقل هستم. آخه چطور تا به خودت جرأت میدی بعد از 4 قرنی که تازه با اون تاریخ وحشیانه سرخپوست کشید اومدی تو عرصه جهانی بخوای برای من شاخ و شونه بکشی؟ من به عنوان یک کشور ایران و به عنوان، حالا از دیدگاه عزیزان در حکومت دارم میگم، به عنوان یک شیعه اصلا نمیتونم تحمل کنم تو اینقدر فرقه اسلامی تو منطقه من درست کنی همه رو بندازی تو جون هم. دیگه تموم شد. و این رزمایش تهاجم سیزن، رزمایش تهاجمی نشون میده که نه، ایران فقط بحثش سوریه اینا نیست. و حتی در صحبت‌هایی که من از سردار سلامی شنیدم در همین رزمایش هم صحبت کرد و حتی سردار جعفری اشاره به یمن کردن و امکان داره این رزمایش‌ها بابت این باشه که یواش یواش باید حمایتمون رو از همتباران حوثیمون از قالب این که بخوایم مستشاری بهشون کمک کنیم، پای تلفن بهشون بگیم چجوری موشک سوار کن و اینا، فکر میکنم بایستی به یک حمایت نظامی جدی‌تر تبدیل بشه. همون کاری که رفتیم و کمک بشار اسد کردیم، الان یواش یواش فکر میکنم شاید این کارو بخوام بکنن. خبرهای خوبی اومد که ناوهای ما به دریای مدیترانه هم رفتن و این و کانال سوئز حتی اینا باعث غروره، باعث افتخاره و ما داریم دوباره اون امپراتوری رو تشکیل میدیم. من این بخش پایانی برنامه رو 7 دقیقه از این رزمایش آماده کردم با موزیکی که حالا خودمون همیشه پخش میکنیم، میخوام براتون بذارم و بعد از اون باهاتون بدرود بگم و شما رو به احورا مزدا ایران بسپارم. من این آماده کنم اینو فقط براتون که بعدش هم بدرود بگم و برم. به هر حال سپاسگزارم از همه عزیزان، ممنون که امشب برنامه منو توجه داشتید و نگاه کردید. امیدوارم که برنامه‌ای که امشب ارائه دادم برنامه مفیدی بوده باشه. این رزمایش رو با دقت نگاه کنید، بسیار مهمه که چگونه مثلا من اینو آماده چیزش کنم، اندازه‌شو درست کنم. بله. اوکی. اوکی اینجا خوبه. خب. به هر حال دم همگی گرم. این موزیک ویدیو و 7 دقیقه از رزمایش رو دوستان در فیسبوک البته میتونن ببینن. اینو با هم دیگه نگاه کنید. شما عزیزان رو به احورا مزدا میسپارم. خیلی ممنون که امشب با من بودید و برنامه رو در یوتیوب، تلگرام قرار میدیم، پخش کنید و یادتون باشه دوران امپراتوری ایران بزرگ فرا رسیده، نوبت ماست دیگه. بس بعد از این همه سال، میشه 200 سال ذلتی که دشمنان وجودی به این آب و خاک دارن، بس دیگه. ما نه تنها امروز حقمون رو باید بگیریم، ما بایستی انتقام 10 میلیون کشته در هولوکاستی که انگلیس علیه ما به وجود آورد بگیریم. ما بایستی انتقام‌های تاریخی گسترده‌ای رو حداقل در این 200 سال اول تصفیه حساب کنیم که در جنگ جهانی اول و دوم ما اعلام بی‌طرفی کردیم، اینجوری بالا سر ما آوردن و بعد از اون بایستی از یک سری انتقام‌های تاریخی دیگه هم یواش یواش صحبت به میان بیاریم. ولی فعلا در این 200 سال ما یک سری تصفیه حساب‌ها باید بکنیم، نه تنها حقمون رو باید بگیریم، در مراحل دیگر باید تصفیه حساب‌های تاریخیمون هم انجام بدیم تا بفهمن ایرانی جماعت از حق خودش نمیگذره. درسته شاید پیچ و خم‌های تاریخی، فراز و نشیب‌های تاریخی جاهایی ما رو وادار به سکوت کنه، شاید جاهایی ما رو یک مقدار برهم بریزه، ولی ما درخت سرویم. همون چیزی که توی تخت جمشید شما می‌بینید که البته نام درستش پارسه است و پر از درخت سروه. درخت سرو خم میشه تا این باد و طوفان از روش رد بشه و دوباره کمر راست کنه. باد و طوفانا دیگه رد شدن، نوبت ایستادن این درخت سر باریاییه. بدرود، پاینده ایران، همتون رو به احورا مزدا میسپارم.